بیش از سه هفته از آخرین باری که دونالد ترامپ گزارش عملکرد ایران به توافق هسته‌ای را تایید و فرمان توقف تحریم ها را امضا کرد می‌گذارد. اتفاقی که ابایی از پنهان کردن نارضایتیش از آن نداشت. حالا رسانه‌ای شده که نیکی هیلی نماینده دائم امریکا در سازمان ملل مأموریت یافته که تا اواخر ماه جاری میلادی به وین سفر و درباره عملکرد ایران در اجرای توافق هسته‌ای با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبادل نظر کند. مأموریت ویژه خانم هیلی علاوه بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تحت بررسی قرار می‌دهد، ناظر بر فعالیت‌های موشکی و هر آنچه که رفتار نگران کننده ایران خوانده شده هم خواهد بود. دونالد ترامپ بارها توافق هسته‌ای ایران را بدترین توافق ممکن خوانده و خواستار بازبینی آن شده. با این حال او به ویژه بعد از دیدارهایش با مقامات کشورهای اروپایی تأکید کرده که واشنگتن عمل به این توافق را ادامه خواهد داد. در سوی دیگر توافق، طرف ایرانی هم از عملکرد امریکا درباره توافق هسته‌ای ناراضی است و آن را نقض روح برجام خواند و واشنگتن را متهم می‌کند که نمی‌گذارد تهران از مزایای توافق به شکل کامل بهره‌مند شود. با این حال ایران تأکید کرده که آغازگر نقض برجام نخواهد بود. با تصمیم واشنگتن برای بررسی دقیق‌تر عملکرد تهران به توافق هسته‌ای و همچنین اخبار درس کرده از کاخ سفید در این باره که ترامپ درخواست کرده تا فرارسیدن موعد بعدی بازبینی توافق قطعاً موردی حاکی از نقض آن از سوی تهران فهرست شده باشد که او بتواند مهر تایید را پای گزارش سوم نزند، احتمالاً در هفته‌های آینده ذره‌بین بررسی رفتار تهران با بزرگنمایی چندین برابر فعال خواهد بود. محتمل‌ترین سناریو شاید در نظر گرفتن پرتاب آزمایشی موشک ماهواره بر سیمرغ به عنوان ناقض بندی از توافق هسته‌ای باشد که از ایران می‌خواهد تا 8 سال از توسعه فناوری‌های ساخت موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای بپرهیزد. اندکی بیش از 2 ماه دیگر روشن خواهد شد. امضای معروف دونالد ترامپ راه را بر ادامه توافق هسته‌ای هموار خواهد کرد یا فصلی جدید در روابط تهران، واشنگتن و جهان آغاز خواهد شد. شبنم شعبانی، اتاق خبر.